ایرانیان دو تابعیتی در ترازوی عدالت قضایی. قوه قضاییه میگوید که در 14 دهه گذشته 40 نفر مجازات شدند. در 60 دقیقه امشب با دختر یک شهروند ایرانی آلمانی صحبت میکنیم که مادرش 50 روز است بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی است. و از یک شهروند چینی آمریکایی که 40 ماه در ایران زندانی بود میپرسیم چطور سر از اوین درآورد. همینطور میپرسیم که آیا به زندان انداختن دو تابعیتی ها در ایران ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی است؟ همچنین در برنامه امشب نکنید اینجا چطور شده به چای احتیاط بکنید. خوزستان و بوشهر همچنان قربانی سیلاب، مسئولان زیر بار مسئولیت نمی روند، مردم خشمگین و سرگردانند. شلیک روی زمین توسط عوامل انسانی یا به صورت خودکار و ماهواره‌ای؟ چرا با گذشت 10 روز از ترور محسن فخری زاده روایت ها از نحوه حمله به او همچنان متناقضند؟ و ایران در انتظار تولید و واردات واکسن کرونا، مقام ها میگویند باید 7 ماه صبر کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حق و حقوق دو تابعیتی ها و مسائل و مشکلاتشان در ایران بحث دیروز امروز نیست. یک ایرانی دو تابعیتی در تهران در چند قدمی اعدام از چند دو تابعیتی دیگر هم در بندند. در جمهوری اسلامی ته سالیان گذشته عده زیادی از اونها به اتهام‌های گوناگون بازداشت، زندانی و حتی به اعدام محکوم شدند، هرچند در مواردی این احکام لغو شده. امروز البته دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران گفته که در 14 دهه گذشته حدود 42 تابعیتی مجرم شناخته شده و مجازات شدند. علی باقری کنی امروز در دیدار با سفیر آلمان گفت که ایران دو تابعیتی بودن رو به رسمیت نمیشناسه، ولی تابعیت دوگانه نه امتیاز نه هم موجب ضایع شدن حق فرد دو تابعیتی. همین حالا شماری از شهروندان ایرانی با تابعیت دوم یا سوم در ایران یا زندانی هستند یا هم که اجازه خروج از کشور رو ندارند. از جمله اونها ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی که به دلایل ناروشن در 25 مهر ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و هنوز در بند است. روزنامه دیولت آلمان از قول منابعی میگه که علاوه بر خانم تقوی 3 شهروند ایرانی آلمانی دیگر با اتهام‌های سیاسی در زندان هستند. ایران متهمه که از شهروندان دو تابعیتی یا حتی شهروندان خارجی برای تسویه حساب‌های سیاسی استفاده می‌کنه. نمونه جنجال برانگیز اون این زندانی نازنین زاغری رتکلیف هست که ایرانی بریتانیاییه. گفته میشه که ایران او رو به دلیل اختلاف‌های مالی با بریتانیا در زندان نگه داشته. خانم زاغری بیش از 4.5 سال که در بازداشته. علاوه بر خانم زاغری افراد دیگری هم هستن که در ایران زندانیان. نام بعضی از اونها رو میدونیم، بعضی دیگر هم نمیدونیم. یک نام البته مدت هاست که مطرحه و در روزهای اخیر در دوباره به صدر خبرها برگشته، احمد رضا جلالی که پزشک و دارای شهروندی ایران و سوئد. او با اتهام جاسوسی و حکم اعدام روبروس، اتهامی که خودش اون رو رد میکنه. وکیلش گفته که اجرای حکم او ظاهرا به دلیل رایزنی های دیپلماتیک سوئد برای چند روز دیگه متوقف شده. ولی برای اثبات ادعای ایران چه شواهدی ارائه شده؟ به گفته بیشتر زندانیان مبنای بیشتر این احکام اعتراف اجباری در شرایطی سخت و غیر عادلانه بوده. و اما مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی که نزدیک به 2 ماه است در ایران زندانی است، از کلن آلمان با ما هستن. چه اطلاعی دارید از وضعیت مادرتون؟ تازه چه خبر؟ سلام، ما اطلاعات زیادی نداریم. مادر من 51 روز پیش بازداشت شد و به زندان اوین برده شد و اونجا تو سلول انفرادی هستش. تو این 51 روز 2 بار تونست به برادرش، یعنی به دایم در ایران زنگ بزنه و خبر بده که سالمه، اما خبرهای دیگه ای ما از مادرم نداریم. مادر شما در چه زمینه فعالیت میکردند؟ مادر من بازنشسته هستش، 66 سالش هستش و قبلا آرشیتکت بود، اما چند سال
بازنشست شده و بین آلمان و ایران سفر میکرد. 6-7 ماه سالی آلمان هستش، 5-6 ماه ایران هستش، خانوادش ایران هستن، همین. بنابراین اینطور نبوده که مثلا بعد از مدت‌ها سفری به ایران داشته باشند، این سفر همیشه انجام میشده؟ آره، این سفر همیشه انجام میشده سال به سال و هیچ وقت مسئله ای نداشتن. گفتید که دایی شما یا دایی های شما رفتند پیگیری کردند. بله. معلوم هست که کجا هستند؟ معلوم هست که باید با کی صحبت بکنند؟ ما فقط میدونیم که در زندان اوین هستش و در انفرادی، سلول انفرادی هستش، اما بیش از این خبری نداریم. نه. جایی دیدم که شما گفتید مادرتون مشکل جسمی داشتند، بیمار هم بودند، درسته؟ بله، مامانم فشار خونش خیلی بالا هست و هر روز باید قرص بخوره. مادرم مسئله با کمر و چشمش داره و بالاخره 66 سالش هم هست و مشکلات مختلفی داره، اما فشار خونش مشکل اصلی و مهمش هست. از این پیگیری های کردین اصلا معلوم شده که کدوم نهاد ایشون رو زندانی کردند؟ نه، من نمیدونم، راستشو بخواید نمیتونم در مورد این چیزی بگم، چون که میگم به ما هیچ اطلاعاتی رسیده نمیشه. مادر شما احیانا هیچ نوع نگاه سیاسی، اطلاعات سیاسی، فعالیت سیاسی چیزی داشتن؟ اینم چیزی هست که من نمیتونم جواب بدم. تا جایی که من میدونم هم نه، بعدش هم نیست، اتهامشو نمیگن. من بعد از اونا بپرسم بگم چرا مادر منو گرفتین، چرا انداختینش تو سلول انفرادی، به چه دلیلی. بعد خیلی براتون سخت باشه، بیشتر از 50 روزه که از ایشون خبر درست و دقیقی ندارید. چه حسی داشتید شما سایر بستگانتون در این مدت؟ خب خیلی سخته. روزی که فهمیدم مادرم رو گرفتن، خب خیلی شوکه شدم و اوائل فکر کردم زود جریان حل میشه، اما برای یه نفر مثل من که تو آلمان بزرگ شده و حقوق آلمان رو میشناسه، براش خیلی عجیبه که چطور میشه آدم یه نفر رو بازداشت کنه، به کسی هم خبر نده، بندازه تو سلول انفرادی، وکیلم دسترسی نداشته باشه، خانوادم نبیننش و هیچکی ندونه چی داره پیش میره. برای من خیلی غیر قابل تحمله و من خیلی نگرانم. متشکرم از مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی که نزدیک به 2 ماه در ایران زندانی است، از شهر کلن آلمان با ما. اما ژیو وانگ، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه پرینستون که در ایران دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده بود، او که چینی آمریکایی است، بعد از 40 ماه حبس با مسعود سلیمانی استاد دانشگاه ایرانی که در آمریکا زندانی بود مبادله شد. آقای وانگ از پرینستون با ما هستند. آقای وانگ، شما فارسی هم بلدید، فارسی صحبت میکنید، کمی در مورد خودتون بگید اول. من زیو آنگ هستم، دانشجو چینی آمریکایی در دانشگاه پرینستون هستم. در سال 2016 تا سال 2019 در زندان اوین به سر بردم. دقیقا یه سال پیش من از ایران آزاد شدم. چطور سر از ایران در آوردید؟ خب من به عنوان یک دانشجو PhD رفتم ایران تا بتونم اونجا یه سری تحقیقات انجام بدم و بعد بازداشت شدم توسط اطلاعات ایران و من انداختن زندان اوین و من مدتی در حبس انفرادی بودم، به زور ازم اعتراف گرفتم، متهم کردن که من جاسوسم، بعد 10 سال منو به حبس محکوم کردن، 14 ماه شد توی زندان اوین بودم. این اتفاقی بود که افتاد. شما در جایی گفتید که خیلی رک به شما گفتند که باید به جاسوسی اعتراف بکنی به خاطر اینکه ما میخواییم تو رو با افراد زندانی دیگه معاوضه کنیم و همینطور طلب خودمون رو پس بگیریم. اون لحظه چه حسی داشتید؟ بسیار حس بدی داشتم، برای اینکه
من قبلا راجع به این وضعیت ها شنیده بودم ولی هرگز تصور نمی کردم که این اتفاق برای شخص من بیفته. یک کسی که اصلا سیاسی نیست، کسی که واقعا هیچ حرفی علیه حکومت ایران، علیه خود ایران نزده بود، اینکه چنین آدمی باید من باشم، برای من همیشه جای سوال بود. چرا من باید چنین چیزی رو تجربه کنم؟ شما در زمینه تاریخ ایران، خصوصا تاریخ ایران در دوره قاجار تحقیق کردید. در ایران البته میگفتن به خاطر اینکه وزیر خارجه آمریکا شخصا به استقبال شما اومد، این نشون میده که فرد مهمی بودید. چه توضیحی دارید؟ این خیلی حرف مسخره‌ای هست، برای اینکه من چون شهروند آمریکا هستم فرق نمی‌کنه. من 14 ماه در ایران زندانی بودم. بله، ایران و آمریکا با همدیگه سری سعی کردن تعامل دیپلماتیک داشته باشن از طریق واسطه. مسلمه که سخت خواهد بود که منو خارج بکنن. طبیعیه که من وقتی برگردم بالاترین سطوح دولت از جمله وزیر خارجه آمریکا بیان با من ملاقات بکنن، برای اینکه هر شهروند این کشور مهم هست و همه دولت‌ها این رو مهم می‌بینن. و در واقع من فقط یک هنوز یک دانشجو معمولی هستم. من الان توی یه اتاق دفتر کارم نشستم که با شما مصاحبه کنم. حتی یه دفتر ساکت هم ندارم تو خود داخل دانشگاه که با شما مصاحبه بدم. شما تابعیت آمریکایی و چینی دارید. دولت ایران البته یا حکومت ایران البته که با آمریکا رابطه دوستانه و گرمی نداره، ولی با چین رابطه بسیار گرمی داره. هیچ تلاشی کردید که از کانال‌های دیپلماتیک چینی وارد بشید، بلکه یا دوستان شما، بستگان شما، بلکه بتونند به شما کمک بکنند؟ بله، من فکر میکنم که دولت چین، من که میدونین همسر من همچنان شهروند چینی هست و خانواده من هم در چین زندگی میکنن. بله، ما از دولت آمریکا، از دولت چین درخواست کردیم که ما کمک کنیم. بله، دولت چین اظهار همدردی کرد و پرونده منو بر اساس زمینای انسان دوستانه دنبال کرد. اما میدونین قوه قضاییه ایران 3 سال پیش وقتی اعلام کرد که من بازداشت شدم، به من گفتن که من یک دوتابعیتی چینی آمریکایی هستم. بنابراین طبق قانون چین، همونطور که میدونین، وقتی شما یک شهر تابعیت جای دیگر رو بگیرین، دیگه شهروندی چین ملغا میشه. برای همین من دیگه شهروند چین نبودم. برای همین کاری که قوه قضاییه ایران کرد اینه که دولت چین رو مجبور کرد چنین موضع‌گیری رو بکنه که برگرده بگه من اصلا شهروند چین نیستم، چون شهروند آمریکایی هستم. این خودش باعث شد که دیگه مسئولان چینی نتونن مداخله بکنن در پرونده من. شما خب مدت زیادی در زندان بودید. اونجا دو تابعیتی های ایرانی با تابعیت کشور دیگر رو دیدید که اتهام های مشابه شما داشتند؟ بله، دیدم بسیاری. الان دقیقا تعدادشون رو یادم نیست. بله، خیلی بودن. مثلا در سال 2017، 3 سال پیش، حدود 30 تا خارجی و 2 تابعیتی از 12 کشور مختلف در زندان بودن. اتهامات خیلی سنگینی هم بهشون وارد شده بود. بله، ولی من دقیقا تعدادشون نمیتونم به شما بگم. به نظر میاد که به ایران علاقه داشتید، که فارسی یاد گرفتید و همینطور در زمینه تاریخ ایران خواستید تحقیق بکنید. بعد از این تجربه چه حسی دارید؟ به رغم تمام سختی ها و مصائبی که من مجبور شدم در زندان اوین ایران تحمل بکنم،
بعضی از مهربون ترین آدم ها رو در ایران ملاقات کردم، مخصوصا در زندان اوین. من فکر میکنم که زندان جایی هستش که انسان میتونه جلوه های بزرگی از مهربانی بشر رو ببینه و من خوشحال هستم که تونستم این تجربه رو داشته باشم که آدم های شگفت انگیزی رو ببینم. واقعا تجلیل میکنم از مردم ایران و از تمدن ایران. چقدر من لذت بردم، برنامه تلویزیونی به زبان فارسی می دیدم، هنوز هم که هنوزه دارم فارسی یاد می گیرم و سعی می کنم که از این زبان به طور روزانه استفاده بکنم. واقعا لذت می برم از فارسی صحبت کردن. ممنونم از ژیاو وانگ، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه پرینستون که به 10 سال زندان محکوم شد و 40 ماه هم در ایران زندانی بود. فما فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت با ماست. آقای سرکوهی، شاید حرفای آقای وانگ رو شنیدید. ایشون حرفشون این بود که فقط خودشون 30-40 نفر دو تابعیتی یا خارجی رو دیدن که در ایران در یک دوره زندانی بودن. این که گفته میشه در 40 سال حدوداً 40 نفر، یعنی سالی 1 نفر محکوم شدن یا مجازات شدن، واقعا با این چیزهایی که ما میشنویم مطابقت میکنه؟ به طور کلی ادعاهایی که جمهوری اسلامی مقاماتش میکنن در مورد زندان و دستگیری و بازداشت و اینا، چه در مورد دو تابعیتی ها چه در مورد خود مردم ایران، معمولا نشون داده که اطلاعات غلط میدن و اطلاعات نادرست میدن، بنابراین هیچ وقت به آمار اونا نمیشه اطمینان کرد. چطور است که از سال هاست، ده ها سال از این روش دارند استفاده میکنند و در خیلی از موارد وقتی که از فردی به عنوان یک برگ استفاده میشه، شواهدی هم بعدش چندان ارائه نمیشه؟ ببینین، مبادله جاسوس واقعی عرض میکنن، نه کسانی که در این اتهام جاسوسی متهم میشن، مبادله جاسوس در دوران جنگ سرد وجود داشت بین بلوک شرق و بلوک غرب. اینا جاسوسان واقعی رو با هم مبادله میکردن. البته وزارت خارجه اونها این کار رو نمیکرد، یا مثلا وزیر خارجهشون نمیاد مثل آقای ظریف بگه که مثل این دلالای معاملات ملکی بگه که ما برای مبادله زندانی حاضریم، بلکه نهادهای امنیتی با هم دیگه جاسوسان رو مبادله میکردن و معمولا هم خبرش منتشر نمیکردن، اما رخ میداد. اما در جمهوری اسلامی اتفاقی که افتاده این هستش که اینها افرادی رو میگیرن، متهم به جاسوسی میکنن و بعد هم معلوم میشه که در اغلب قریب به اتفاق موارد معلوم شده که این اقرار فقط تنها سند به اصطلاح اقرار زیر شکنجه بوده و اونا بعد هم اومدن و گفتن که شکنجه شدیم و ماجرا هم دیگه بارها و بارها دیگه به یک به اصطلاح الگو تبدیل شده که دستگیر میکنیم، شکنجه میکنیم، اقرار میکنن، بعد هم اونا میان میگن که اینها زیر شکنجه بوده. ما هم هیچ سندی ارائه نداریم، یعنی جمهوری اسلامی که بگه نه این سند جاسوسی توه. این الگو همونطور که شما گفتین شاید دوران گروگانگیری شروع شد، به اصطلاح گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی که یه در میگیریم و بعد میگیم پول بدین یا میگیم شاه رو برگردونین یا به هر حال خواسته هامون رو به اونا میگیم. این الگو که تا حالا هم ادامه پیدا کرده یک انگیزه ثابت داره همیشه، به خصوص و یک انگیزه به خصوص وقتی که پای تبادل زندانی در میان میاد و یک انگیزه های متغیر. انگیزه ثابت این بوده که همیشه خب اینا افرادی رو برای ترور میفرستن به خارج کشور، برای جاسوسی میفرستن به خارج کشور، برای نفوذ، و معمولا و اینها برخیاشون لو میرن، دستگیر میشن، زندانی میشن. هم اکنون شما میدونید که چندین ایرانی در زندان های مختلف کشورهای اروپایی هستن که به مثلا به اتهام اقدام برای ترور دارن محاکمه میشن. اما شما باید به این افراد اطمینان بدین که وقتی که میرین خارج اگر دستگیر شدین ما پیگیر آزادی شما خواهیم بود. بنابراین یکی از دلایلی که این کارو میکنن، یعنی میگیرن و بعد میگن مبادله کنیم، اطمینان دادن به تروریست های بعدی هستش که اگه شما رفتین ما همچنان از شما حمایت کنیم. گاهی هم دعواهای جنایی که باز میدونین، مثلا یک نهادی میخواد که مثلا یه گفتگویی با یک کشور اروپایی وجود داره، یه رابطه وجود داره، یک نهاد امنیتی میخواد اینو به هم بزنه، یکی از اونها رو میگیره. حالا چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه اینا میدونن که در کشورهای دیگه برخلاف ایران جان آدم ها ارزش داره. وقتی شما یه شهروند اونها رو میگیرین، مثلا آلمانی، دولت آلمان اقدام میکنه در این مورد. چرا اقدام میکنه؟ چون که احزاب مختلف ازش میخوان، پارلمان ازش میخوان، نشریات ازش میخوان و خود او هم به صورت عادت شده که به شهروند احترام بذاره. مجموع اینا باعث شده که این به یک تجارت بدل بشه. و واقعا اما چیز خیلی بدی که در این وسط وجود داره این که آقای ظریف وزیر خارجه میاد به عنوان دلال این تجارت عمل میکنه. هم خود این تجارت زشته و خلاف عرف دیپلماتیک، خلاف به اصطلاح منطق جهانی، و همین که وزارت خارجه رو تبدیل کردن به دلال این کار، خودش باید به هر حال تقلیل وزارت خارجه به چیزی است که در شأن وزارت خارجه.
جمهوری اسلامی میگه که طرف مقابل هم مبرای از اینها نیست. مثلا در مورد آقای وان که ما با ایشون صحبت میکردیم، ایشون با آقای سلیمانی مبادله شدند. ببینین جاسوس، همه کشورها در کشورهای دیگه میکوشن که به هر حال جاسوسی کنن، اطلاعات به دست بیارن. این اینجوری نیست که هیچ کشوری مبرا از این کاری. فرستادن آدمها برای ترور رو اما همه نمیکنن. این که مثلا الان کسی دستگیر شده که در بلژیک داره محاکمه میشه، این برای این بوده که بمب بذاره و یک جماعت بزرگی رو بکشه. این کارو خیلی از کشورها نمیکنن، نمیگن که هیچ کشوری نمیکنه. این درست هستش که جاسوس همه کشورها سعی میکنه، اما مسئله این هستش که شما جاسوس واقعی میگیرین یا اینکه اولین نفری رو که مثلا دو تابعیتی هست میگیرین. ببین خود من زیر شکنجه مجبور شدم بگم من جاسوس بودم، حالا من چه اطلاعات ادبی فرهنگی میخواستم بدم. این که شما یکی رو میگیرین و مجبور میکنین زیر شکنجه که به جاسوسی اعتراف کنه، یعنی در واقع از یک انسان بیگناه رو به اصطلاح متهم میکنین، فرق داره با اینکه جاسوس واقعی بگیرین. اینکه جاسوسی وجود داره، بله، جاسوس گرفتن هم امر خوبی است، بله، اما اینکه آدم ها رو میگیرین و به زور شکنجه به جاسوسی وادار میکنین که اقرار بکنن، این کار غیر انسانی است. و در اغلب غریب موارد حساب اون چیزی که رو شده تا حالا، هم الان شما بندان مصاحبه کردین با این مثلا چیز چینی آمریکایی یا آمریکایی فلان، این خب داره میگه که بعد جمهوری اسلامی وقتی که او ادعا میکنه که منو به زور شکنجه مجبور جاسوسی کردن، جمهوری اسلامی باید سند جاسوسی رو منتشر کنه، نمیکنه، نداره. این دو مسئله فرق میکنه. این که با بگیم خب همه کشورها میکنن، بله، ولی همه کشورها آدما رو نمیگیرن و آدمای بیگناه رو به جاسوسی متهم میکنن. ممنونم از فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت آلمان با ما. در جنوب ایران بارندگی شدید دوباره استان بوشهر را گرفتار سیلاب کرده. بعضی از شهرها در استانهای فارس و خوزستان هم دچار آب گرفتگی شدند. از طرف دیگر مسئولان استان خوزستان همچنان از قبول مسئولیت برای مشکل فاضلاب شانه خالی می کنند. امروز رئیس اداره آب و فاضلاب اهواز گفت که حل این مشکل وظیفه او نیست. پرهام قبادی گزارش می دهد. بلا از آسمان، دوباره بر سر مردم جنوب ایران میبارد. یک بار دیگر سیل در استان بوشهر. اینجا شهر برازجان در این استان است. مردم به ناچار به پشت بام خانه هایشان پناه بردند. سی بانگ صادرات. خودروهای مردم را در خیابان یا آب برده، اینم دناپلاس محموده، یا زیر آب غرق شدند و برخی این ور و آن ور رسابت کردند و اینجا زمین دهن باز کرده. یعنی زیر پای من کامل خالیه. در برازجان اجناس فروشنده سیل زده جلوی چشمش شناورند. در شهر گناوه در استان بوشهر هم مغازه ها در آبند. وضعیت سرپل، وضعیت قرمز. دومین سیل طی تنها چند روز. استان بوشهر هفته پیش هم بعد از بارندگی دچار آب گرفتگی شد. رسانه های داخلی می گویند جاده های بین بوشهر و خوزستان مسدود شده. استان فارس هم از این بلا بی نصیب نمانده. اینجا درب مدرسه‌ای در کازرون را نشان می دهد و گفته می شود اینجا شهر هندیجان در استان خوزستان است. خیلی خطا بالا دنده آب اومده بوده. خوزستانی که هنوز از سیل هفته پیش درگیر عواقب آب گرفتگی است. اعتراض ها تا دیروز ادامه داشت. معترضان خواهان برکناری مسئولان به قول آنها بیکفایت هستند و مقامات اما همچنان در حال شانه خالی کردن از مسئولیتند. رئیس اداره آب و فاضلاب خوزستان امروز گفت مشکل فاضلاب به اون مربوط نیست. به سهم خود ما، یعنی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، هرچند که اصلا از جزء وظایف قانونی ما نیست دست آب بارندگی، اما از مردم شریف استان عذرخواهی بکنم. دیروز هم استاندار خوزستان گفت که مسئول حل مشکل آب گرفتگی در این استان نیست. ببخشید وسط صحبت شما، شما چند سال استاندار خوزستان هستین؟ از 4 سال. آقای شریعتی، در این 4 سال چقدر از این مشکلی که اشاره میکنین و خودتون اقدام به رفعش کردین؟
اگه خاطر شریفتون باشه، من از برم که این جز وظایف شهرداری هاست. هر دو مقام میگویند وظیفه شهرداری است که این مشکل را حل کند. اما شهردار اهواز بعد از سیل سال پیش در مصاحبه مسئولیت را متوجه آنها دانست. پاسکاری مسئولیت. فاضلاب مربوط به شرکت آب و فاضلاب هست. آقای شاعری، الان شما دارین توپو تو زمین آفا میندازید. آفا میگه شهرداری. الان مردم مظلوم چه گناهی کردن که این وسط گرفتارن؟ الان توضیح میدم. منابع ما جوابگوی این قضیه الان نیست. آقایان شریعتی و حقیقی پور میگویند موزل فاضلاب خوزستان به آنها ارتباطی ندارد. اما هر دو گفتند که میلیون ها یورو برای رفع این مشکل دریافت کردند و با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرارداد بستند. مبلغ حدوداً 100 میلیون یورو برای 2 سال برای توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب اهواز تخصیص داده شد. خوشبختانه از اوایل سال مالی امسال، یعنی حدود شهریور ماه، ما این مقداری از این پول رو دریافت کردیم. قرارگاه خاتم الانبیاء رو به عنوان پیمانکار در نظر گرفتیم و از 2-3 هفته پیش عملیات رو آغاز کردیم. 50 میلیون یورو اختصاص پیدا کرده و قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار کار انتخاب شده. کار رو داره شروع میکنه. کار بسیار بزرگی است که انشاءالله این مسئله به شروع بشه به حلش. البته فاضلاب اهواز به قیمت الان 300 میلیون یورو هزینه میخواد. زیر آب کارگاه مردم استان نفتخیز خوزستان از بیتوجهی مسئولان در روزهای اخیر شکایت داشتند. باید یکی جوابگو باشه یا نه؟ امروز هم میگذره، مسئولین هم میذارم پشت گوش و میرم به سلامت. به خدا یه روزی میانم به مجازات برسن اینا. بزرگسالان از کمک رسانی مسئولان دل سردند، اما کودکان سیل زده بوشهری در آبی بازی میکنند که زندگیشان را به بازی گرفته. پرهام قبادی، بی بی سی. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه منابع آب و زمینشناس از واشنگتن با ما هستند. آقای کوثر، گاهی مقام‌ها در ایران طوری حرف می‌زنند که گویا غافلگیر شدند. اون چیزی که اتفاق افتاده دور از انتظار بوده؟ والا قدیما می‌گفتن یکی داستانی است پر آب چش، بعد الان گفت یکی داستانی است پر فاضلاب. خیر، اصلاً خیلی راحت میشد انتظار داشت که وقتی جلگه خوزستان از بعد از ساخته شدن سد دز و تغییر ساختار رودخانه ها و ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، میشد منتظر بود که همینطور بلاها افزایش پیدا بکنه. وقتی شما بیاین سازه ساختمان خونه درست میکنید بر روی آبرفت های این جلگه بزرگ خوزستان، اولا میزان جذب زمین رو کمتر میکنید و باعث میشید که آبهای سطحی بیاد با فاضلاب مخلوط بشه. از طرف دیگر آب زیرزمینی در محدوده اهواز و دیگر نقاط خوزستان سطحش بالاست، یعنی خیلی راحت فاضلاب میتونه جریان حتی پیدا بکنه داخل این آبرفت‌ها. در نتیجه میشد انتظار داشت. اما مسئله اصلی است که طرح جامعی برای مدیریت منابع آب و فاضلاب در ایران وجود نداره و همینطور ما شاهد بحران‌های بعدی هستیم و متاسفانه این شرایطی که در خوزستان امروز اتفاق میفته و افتاده کاملا قابل پیش بینی بود. اونها میگن که طرح هم دارن، برنامه دارن، مثلا اینقدر بودجهش میشده، الان 50 میلیون یورو دریافت کردن، ولی خب میگن 300 تا 600 میلیون یورو لازم هست. مسئله بودجه و برنامه است؟ خیر، ببینید بودجه لازم هست، اما وقتی که طرح جامعه درستی نداره. این طرحی که دارن کارشناسا میگن مال 50 سال پیشه. اول شما نمیتونید بدون در حقیقت مدیریت آبهای سطحی و سیلابهای سطحی شهری و جداسازیش از فاضلاب خانگی بین یک طرح جامعه داشته باشید. دوم این هست که وقتی سیلاب میاد در مناطق مختلف اهواز سیستم زهکشی مناسبی وجود نداره، همونطور که در شهرهای دیگه هم وجود نداره. پس در نتیجه سیستمی که تفکیک بکنه هم فاضلاب خانگی رو و هم آبهای سطحی رو که موقع بارندگی اتفاق میفته، اینا کلا جمع میشه و این آبی که اتفاقا خیلی هم ارزشمند هست و بایستی بشه ازش استفاده کرد، استفاده مجدد کرد، نه تنها از دست میره بلکه بلای جون مردم میشه، به ویژه در دورانی که الان به خاطر کرونا زندگی سختی خیلی ها دارن و خیلی الان نگرانی هستن که به دلیل شرایطی که ویروس کرونا داره در فاضلاب، این بتونه آثار منفی دیگری هم بر جای بگذاره. علاوه بر استانهای فارس و بوشهر، میگن 5 استان دیگه هم در حالت آماده باش هستند. در چنین شرایطی، صرف نظر از این که خب حالا باید یک برنامه جامع میداشتند، چه میشه کرد؟
ببینید ما همیشه باید منتظر وقوع باران‌های سیلاسا باشیم. این شرایط سرزمین ما بوده. ممکنه در طول سال فرضاً 250 میلی‌متر بارون داشته باشیم، اما گفته میشه در همین روزهای آینده در بعضی از نقاط کشور ممکنه 100 میلی‌متر بارون بیاد. این یعنی سیل‌های بسیار بزرگ. در شرایطی که میشه با روش‌های آبخیزایی و آبخانداری بخش قابل توجهی از این آب رو مهار کرد، جلو تخریب رو گرفت و ذخیره کرد برای آینده، متاسفانه روش هایی که کل دولت به کار گرفته و پیمانکاران از جمله قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت مشاور فقط چسبیدن به چند تا روش که پول بسیار زیادی خرج اونها میشه، مثل ساختن سدهای بسیار بزرگی مثل گوتبند که عملا شده دریچه آب نمک و همچنین روش های انتقال آب و متاسفانه روش های ناپایداری که در طول چند دهه گذشته به کار گرفته شده آثار منفی خودش رو روی زندگی نقاط مختلف کشور از جمله در خوزستان هم برای مردم و هم برای محیط زیست گذاشته. در یکی دو سال اخیر ما شاهد سیلای عجیبی بودیم که در نیم قرن گذشته در ایران سابقه نداشته. خاطرتون اگه باشه پارسال پیرارسال تقریبا تمام کشور رو سیل گرفته بود. در این شرایط آیا ما باید انتظار تکرار صحنه‌هایی رو باشیم که در خوزستان می‌بینیم؟ با این روش مدیریت و با این ساختاری که پاسخگو نیست و طرح جامع و برنامه جامعی نداره و سیستمی که به جای مدیریت حوزه میان مدیریت استانی انجام میدن، متاسفانه نه تنها وضع به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد بلکه بدتر هم خواهد شد. آقای کوسر خیلی کوتاه لطفاً یه سوال دیگه. ما الان در کنار تصویر شما تصویر ماشینی رو میبینیم که تقریبا تا سقف در آب فرو رفته. مردمی که دستشون از همه جا کوتاه هست در چنین شرایطی اگر بخوان خودشون کاری بکنن چه باید بکنند؟ در خیلی از کشورهای دنیا سیستم مدیریت آب و منابع آب دموکراتیک است، یعنی مردم سهمی دارن در تصمیم گیری. در ایران چنین چیزی وجود نداره. بدون ساختار دموکراتیک ما نمیتونیم تصمیم گیری دموکراتیک داشته باشیم که مردم بتونن رأی و نظر خودشون رو اعمال کنن در مدیریت آب. چنین اتفاقی در ایران نمیفته و تا زمانی که ساختار دموکراتیک بشه و متاسفانه همونطور که در مورد مسائل دیگه هم اظهار تاسف کردم، در مورد اینکه متاسفانه وضع بدتر میشه. ممنونم از نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه منابع آب و زمینشناس از واشنگتن با ما. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید در ترور محسن فخری زاده از فناوری هوش مصنوعی استفاده شده. به گفته سرتیپ علی فدوی، مهاجمی در صحنه نبوده و همه مراحل عملیات از راه دور کنترل شده بود. این البته یک روایت از نحوه ترور معاون وزیر دفاع ایران است. بیشتر روایت‌های دیگری هم مطرح شدند که گاه با هم در تضادند. فیروزه اکبریان از این روایت‌ها میگوید. احساس می‌کنه ماشین آسیب دیده، میاد پایین و بعد متوجه میشه که جریان این گونه است. و حضور مهدی و حامد، پسران محسن فخری‌زاده، در رسانه حکومتی ایران و روایاتی از نحوه ترور پدرشان. رئیس مرکز پژوهش و نوآوری دفاعی و معاون وزارت دفاع ایران حدود 10 روز پیش ترور شد، جایی در نزدیکی تهران، در خودروی شخصیش و زمانی که همسرش در کنارش بود. دوست داشت. همسر آقای فخری زاده در این گفتگو حضور ندارد، اما پسرانش به نقل از او روایت را میگویند. بعد حاج آقا که میفته زمین، مادر با حاج آقا میشینه. اصلا پایین بوده، اصلا همون لحظه پایین بوده، قبل از گلوله اول پایین بوده. یعنی همین که بابا از ماشین پیاده میشه، مادر میاد به سمتش. مهدی فخری زاده میگوید اول میگه که نمیدونم چرا هیچ کدوم از این گلوله ها به من نخورد، من رفته بودم که این گلوله ها به ایشون نخوره، نمیدونم چرا میومد از بغل من رد میشد و به من نمیخورد. حاج خانم بله، یعنی نشسته بودن به فاصله نزدیک چسبیده. شاید سخنان امروز علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، به این سوال خانم فخری زاده پاسخ دهد. تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره شهید فخری زاده زوم بود و از هوش مصنوعی کمک گرفته بود. همسر شهید با وجود اینکه در فاصله 25 سانتی متری شهید بود، تیر نخورده بود. تیربار ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می‌شد و تروریستی در صحنه نبود. استفاده از ابزار الکتریکی پیشرفته با هدایت ماهواره‌ای چیزی است که از زبان رمضان شریف، سخنگوی سپاه، هم منتشر شده. اما پیش از همه این شبکه العالم بود که 3 روز پس از حمله به نقل از منبعی که نامش را فاش نکرد گفت اسلحه استفاده شده در این ترور ساخت اسرائیل است که از طریق ماهواره کنترل می شود. البته روایت ها کاملا یک دست نیست.
فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و کسی که زمانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود از حضور تک تیراندازها و ضاربان در صحنه حادثه گفته بود که یه تیر به کتف ایشون اصابت بکنه و محافظایی که بعد از ایشون داشتن پشت سرش بودن اونا پیاده میشن میان پوشش میدن ایشون رو که محافظ رو اینجا میزنن ضاربین. مقام ها همچنین از انفجار یک بانت نیسان گفتند. ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه. حالا آقای پدوی میگوید انفجار این نیسان برای از بین بردن 11 پاسداری بود که آقای فخری زاده را همراهی میکردند. نیسانی که میگویند اسلحه را روی آن پنهان کرده بودند و آن را از دور و با کمک هوش مصنوعی کنترل میکردند. شهید فخریزاده کاملا حفاظت میشد. ترور یکی از مهمترین شخصیت‌های هسته‌ای ایران در حالی رخ داد که به گفته مسئولان همه حفاظت‌های لازم از او انجام میشد. وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، دستگاه قضایی هم در این قضیه اونها همکاری خواهد کرد. شبکه نفوذ باید شناسایی بشه. مقام‌ها وعده انتقام می‌دهند. انگشت اتهام در ترور آقای فخری زاده به سمت اسرائیل است، هرچند این کشور فعلا سکوت اختیار کرده. اقدام تروریستی علیه ایشون که واقعا اقدام تروریستی بود مال 21 سال پیشه. علاوه بر جزئیات بیشتر حادثه سوال‌های زیادی مطرح است. شاید یکی از مهمترین آنها این که چرا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با وجود اطلاع از هدف بودن آقای فخری زاده در شناسایی و خونسا کردن این حمله ناکام موندند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. کل این 21 سال دولت حسن روحانی و کرونا با دانشگاه چه کردند؟ فاصله میان استقبال پرشور دانشگاهیان از آقای روحانی در اوایل ریاست جمهوریش تا سخنرانی او برای صندلی‌های خالی خیلی کوتاه بود. در این فاصله بسیاری از وعده‌های او بر زمین ماند. فاطمه جمالپور در یک گزارش دیجیتال نگاهی کرده به آنچه که میان دولت روحانی و دانشجویان گذشته. دانشجوی ستاره دار که یکی از معضلات ما بود اول که ما شروع کرده بودیم دولت رو، همه به ما اعتراض میکردن میگفتن این مسئله چرا حل نمیشه. الان آقای دکتر غلامی همین دیروز در دولت ازش سوال کردیم، گفت ما دانشجو ستاره دار دیگه نداریم. داشتم کلن سه تا تجمع زدن که مستندات نداشت. یکیش مثلا تجمع علیه گزینه وزارت علوم تو دانشگاه بود. بخش زیادی از دانشجویانی که از سال 84 تا 92 ستاره دار شده بودن تونستن به دانشگاه برگردن، اما فرایند ستاره دار کردن هیچ وقت متوقف نشد. هر ساله همچنان سالی 30-40 تا دانشجو ستاره دار می شدن. در مورد دانشجوهای بهایی هم هیچ تغییری صورت نگرفت. آزاد باید گردد.
به نظر من در مورد کارنامه روحانی در دانشگاه دوره اول و دوم رو میتونیم از هم متمایز کنیم. در دور اول فعالان دانشجویی گفتمانهای خودشون رو حول محور عدالت، مخالفت با خصوصی سازی، مخالفت با بنگاه شدن دانشگاه و غیره شکل دادن. اما از سال 96 به بعد پروژه سرکوب دانشگاه همزمان با سرکوب در خارج از دانشگاه شکل گرفت و از 96 به بعد سرکوب خیلی جدی بود. در فضای عمومی اشتباهی میشه که دولت از 92 تا 96 فشار احضار و بازداشت روی دانشجوها نمیاره، در حالی که فعالان دانشجویی مرتبا از سوی وزارت اطلاعات و سپاه احضار و تهدید میشدن و تحت فشار بودن. مثلا در سال 95 50 دانشجو احضار شده بودن. در واقع باید گفت این یه روند بود و رویکرد دولت بعد از دی آبان اوریان تر شد. دیگه ابایی نداشتن که در مقابل فعالیت‌های دانشجویی بازداشت گسترده کنن و احکام گسترده بدن. امنیت پوشانی جمهوری توخالی، امنیت پوشانی جمهوری توخالی. در مورد برخورد قضایی و انضباطی باید گفت در دولت روحانی وظیفه برخورد با دانشجویان به خارج از دانشگاه محول شد. اما نقش وزارت علوم و دانشگاه چی بود؟ توی خیلی از موارد به وضوح حراست دانشگاه‌ها با دستگاه قضایی همکاری و همدستی می‌کنند. در مورد برخورد با سها مرتضایی، بهار هدایت و مصطفی هاشمی‌زاده می‌بینیم که حراست دانشگاه به نهاد امنیتی کمک کرده که یک دانشجو بازداشت بشه. گزارش‌هایی که از حراست میره مستندات پرونده سازی شده است که موجب برخوردهای امنیتی دستگاه قضایی با دانشجویان میشه. بیماری کرونا آسیب جدی به سازماندهی و تشکیلات فعالان دانشجویی وارد کرده. در دی آبان دانشگاه محل اعتراضات و همدردی با مردم بود. در مورد سقوط هواپیما میدانداری کرد و سازنده سیاست بود. دانشگاه داشت به عنصری تعیین کننده در سیاست تبدیل میشد. اما کرونا باعث تعطیلی دانشگاه و بهانه خوبی برای دستگاه امنیتی شد که از این شرایط انزوا برای سرکوب دانشجویان استفاده کند. پنجمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با شرکت بیش از 10 ناشر کتاب‌های فارسی در خارج از ایران شروع شده. این دوره نمایشگاه به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود و شامل رونمایی از کتاب‌های تازه و گفتگو با ناشران و نویسندگان است. حمید مهدی‌زاده ناشر از انتشارات فروغ از کلن آلمان با ما هستند. آقای مهدی‌زاده، گفته شد که در دوران کرونا بیشتر نمایشگاه مجازی برگزار شده. آیا این تنها تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه سالهای گذشته است؟ سلام بر شما و بینندگان شما. در واقع میشه گفت آره، امسال به خاطر کرونا بیشترین برنامه‌های ما نابوزی به شکل مجازی، هرچند که در نمایشگاه قبلی هم از خیلی از گفتگوهایی که با نویسنده ها ناشر را ترتیب میدادن به شکل باز همیشه بگیم مجازی برنامه پخش میشد در شبکه های اجتماعی تا مخاطبینی هم که در ایران هستن بتونن استفاده کنن. ولی امسال میتونیم بگیم که همه این برنامه به شکل مجازی است و خب این یک امکان خیلی خوبی هم شد برای نویسنده های ما که بتونن با جمعیت وسیعی از مخاطبینشون که در ایران هستن از این طریق تماس نزدیک داشته باشن و گفت. آقای مهدی، وقتی میگیم مجازی یعنی به چه شکل؟ در روش‌های سنتی خب اینطوری بود که یه فضایی به نمایشگاه اختصاص پیدا می‌کرد، بعد غرفه‌های کوچیک در اونجا بودن، بعضی‌ها بزرگتر، کتاب بود، مردم می‌رفتن نگاه می‌کردن، بعد هم خریداری می‌کردن. حالا به چه شکل انجام میشه؟ منهای خریداریش بقیه کار به این ترتیب انجام میشه که ما از طریق شبکه‌هایی که مثل زوم، اینستاگرام لایو یا یوتیوب لایو یا فیسبوک نویسندگانمون دعوت میکنیم تو ساعت‌های معینی که الان توی سایتی که به این منظور سازماندهی کردیم، سایت uncensoredbook.com، اونجا از دیروز که برنامه شروع شد و تا 13 دسامبر ادامه پیدا میکنه تا شنبه آینده، هر روز ما برنامه‌های رو اونجا معرفی کردیم از این ساعت تا این ساعت، این ناشر با این نویسنده این گفتگوها رو ترتیب می‌دیم. در نتیجه
و مشخص هم کردیم از طریق چه شبکه‌ای این برنامه پخش میشه تا کسان که علاقه‌مندان هستن بتونن مستقیم حضور پیدا کنن. و خب به هر حال اونجا کتابا معرفی میشه. اینکه حالا خریداری این کتابا به چه ترتیب باشه، این رو ما موکول میکنیم با آینده، با به خصوص در اروپا به هر حال یا آمریکا این کتابا باید به فروش بره. متأسفانه ما کتابمون در ایران امکان پخش نداره، ولی خب برای اروپا و آمریکا و کانادا این معرفی ها میتونه علاقمندان رو در واقع تحت تاثیر قرار بده و از طریق سایت های آنلاین فروش کتاب که ما داریم دنبال تهیه این کتاب ها باشه. تجربه ای که ما داریم از دید و بازدید های مجازی اینطور بوده که آنچه که در خارج از ایران انجام می شده، مثلا مناسبت هایی که آنلاین برگزار می شده، در داخل ایران خیلی با استقبال مواجه می شده. آیا شما هم شاهد این بودید که مثلا امسال نمایشگاه شما به دلیل اینکه مجازی بوده بازدید کننده های بیشتری در مقایسه با قبل از ایران داشته باشه، یا حالا سفارش ها و تماس های بیشتری؟ ببینید نمایشگاه دیروز شروع شده، هنوز نمیشیم قضاوت رو دقیق کرد که به چه ترتیب استقبال هست، ولی ما خیلی امیدوار هستیم. مثلا همین الان که من با شما صحبت میکنم، از حدود یک ساعت پیش همکارای ما توی آمریکا به مدت 7 ساعت با 14 نویسنده مختلف گفتگوهای نیم ساعته ترتیب دادن، و خب ما باید بعداً در واقع واکنشا رو ببینیم. آنچه که مهمه اینه که نویسنده های ما، نویسنده هایی که به هر حال کارشون از طریق همکارای من در سراسر اروپا یا آمریکا کانادا منتشر شده، این فرصت رو الان پیدا میکنن که از طریق این سازماندهی که ناشران کردن با مخاطبینشون گفتگو بکنن، و یا مخاطبینی در این هفته ما تلاش میکنیم تحت تاثیر قرار بدیم که متوجه این فعالیت های نویسنده ها در طی یک سال گذشته باشه. وقتی با کسب و کارها از کرونا حرف میزنیم، آه از نهادشون بلند میشه. چاپ و نشر در خارج از ایران چقدر تحت تاثیر کرونا بوده؟ ببینید متفاوته. به هر حال به نسبت قبل از کرونا ما افت کرده، میتونیم بگیم اگر به اون ترتیبی شما بگید فروشمون و کسب و کارمون، ولی خب این موقته. و در عوض در کنار اون بعضی از ما موفق شدیم که امکانات فروش آنلاینمون رو فعالتر کنیم، و این کار خب اتفاقا در این وضعیت به اصطلاح بعد میتونیم بگیم یک امکان مثبت هم ایجاد کرد که ما رو بیشتر متوجه بکنه به فعالیت های در واقع آنلاین. ممنونم از حمید مهدی‌زاده، ناشر از انتشارات فروغ از کلن آلمان، و با آرزوی موفقیت برای شما و همینطور نمایشگاهتون. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که مساجد را وارد نظام آموزشی رسمی می‌کند. به این ترتیب شاگردان کلاس اول تا سوم دبستان در مساجد نزدیک به محل زندگیشان درس خواهند خواند. وزارت معارف گفته هدف این کار این است که در 3 سال نخست تعلیم و تربیت رفتن به مسجد هویت قوی اسلامی در شاگردان ایجاد کند و پرورش دهد. آموزش در مساجد یکی از مسائلی است که سالهای سال در افغانستان مروج بوده. ما در شماری از قریه و قصبات دوردست با کمبود مکتب مواجه هستیم و اطفال خردسال نمیتونن که از یک قریه به قریه دیگه مسیر راه را طی بکنن و به مکاتب برن. بنابر این ما از مساجدی که در محلات وجود دارن من حیث مراکز و محیط‌های آموزشی استفاده می‌کنیم و نصاب تعلیمی وزارت معارف را در آنجا تطبیق می‌کنیم تا بتونیم به همگان خدمات تعلیمی یکسان را ارائه بکنیم. سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود، داوود قاری‌زاده همکارم اینجا با من. داوود، چی فکر میکنی درباره این تصمیم؟ به نظر میاد که واکنش برانگیز بوده، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. تصمیم بسیار عجیب است و واکنش‌های خیلی گسترده‌ای داشته، و این در واقع اولین بار است که همچون تصمیمی را دولت افغانستان میگیره که باید دانشجو برای در مسجدای نزدیکای محل هر خانواده‌ای که از اونجا باید برن دانش آموز اونجا باید درس بخوانن. بعضیا گفتن که این ممکن است در آستانه مذاکرات صلح با طالبان شاید باشه که در به نحوه شاید آماده کنن که در واقع
جامعه همه آنچه که طالبان میخوان ایره به شکل بپذیرن. و از سوی دیگه بعضی‌ها گفتن که اصلا هیچ کمک نمیکنه که بتونه دانش آموزان رو در واقع رشدشان به اصطلاح بتونه این کمک بیشتر از آنچه که اینا در مدرسه های دولتی میرفتن درس میخواندن بکنن. بنابراین یک تصمیم بی‌نهایت عجیبی است و انتقادات بسیار شدید بوده و تند بوده از دولت افغانستان و گفتن که نباید همچون کار صورت بگیره و گفتن در صورتی که مدرسه های خیلی زیاده در افغانستان هست و تعداد زیاد هم میرن در اونجا درس میخوانن نیاز نیست که همچون کار بکنن. مشکل اساسی دیگه که این اقدام دولت احتمالاً در دراز مدت داشته باشه این هست اگر ما صلح هم نتیجه نده، مذاکرات صلح و بدون شک فعلا جریان داره و یک روند بی‌نهایت طولانی هست، ولی ما میدونیم که یک بخش بزرگ از افغانستان و به خصوص مناطق روستایی اینا همش در کنترل طالبان هست و مدارسی که در اونجا هستن بدون شک در کنترل دولت نبوده و در اونجا تمام به اصطلاح جوانان یا نوجوانانی که هستن هم مدرسه میرن و هم در این حال میرن مدارس دینی که تحت کنترل طالبان هست، که یک نگرانی دیگی که در واقع مطرح شد و بعضی ها گفتن که احتمالاً دولت شاید خواسته که این کار را بکنه که جلو بعضی از مدرسه های دینی غیر قانونی رو بگیره که در واقع اونجا بعضی از جوانانی که رفتن در اونجا درس خواندن و شستشوی مغزی شدن، حتی بعضیا گفتن تا اینا آمدن و تبدیل به یکی از جنگجویان گروه های افراطی شدن. ما در جاهای متعددی از افغانستان شنیدیم که مدرسه ها رو آتش زدند، خصوصا مدرسه های دخترانه تخریب شده. ممکنه که به خاطر اینکه کلاس ها در مسجد برگزار میشه جلو این کار گرفته بشه. خیلی بعیده، چون اکثرا نیو گفتن هم در شهرها و همینطور در مناطق روستایی اونجا، مناطق روستایی که بدون شک امنیت آنگونه که شما هم گفتید در حد نیست که بتونن مدرسه ها به شکل درستش فعالیت. بسیاری مدرسه ها بسته است و بعضی هاشون از طرف طالبان و همینطور بعضی گروه های دیگه آتش زده شده. البته هرچند طالبان فعلا آمدن گفتن که خودشان هم در بعضی جای مدرسه ساختن که بتونن افغان ها برن از آموزش و پرورش در اونجا سود و بهره ببرن، ولی در مجموع البته خود دولت به هیچ وجه نگفته که ما این مدرسه ها را در مناطق ایجاد میکنیم که اونجا ناامنی نباشه، یا اینکه در سرتاسر افغانستان هدفشانی بوده که برن در اینجا و بیشتر با ارزش های اسلامی و دینی آشنا شوند، چون ظاهراً دلیلشی بوده که اینا وقت دور میمانن شاید ای در دراز مدت به نفع از اینا نباشه، ولی در مجموع میشه گفت که احتمالاً شاید خواستن که در مناطق روستایی یا در مناطقی که دور افتاده هست و در تحت کنترلشان نیست به یک شکل هم به گفته بعضی ها که در رسانه های اجتماعی اینا گفتن امتیازدهی به طالبا بوده. ممنونم از داوود قاریزاده. مدیر پروژه ساخت واکسن کرونا در ایران میگوید که این واکسن اگر مراحل آزمایش روی انسان را با موفقیت طی کند حدود 7 ماه دیگر به تولید انبوه خواهد رسید. ایران همزمان با پیگیری تولید داخلی واکسن کرونا میلیون ها دوز واکسن هم از طریق سازمان بهداشت جهانی و چند کشور دیگر سفارش داده. دکتر مینو مهرز گفته که برای استفاده از واکسن های خارجی هم باید تا اوایل تابستان صبر کرد. سیاوش اردلان گزارش میدهد. خبر خوب این که اولین واکسن های کرونا حوالی تیر ماه سال آینده به ایرانیان تزریق خواهد شد. تابستانی امید بخش برای میلیون ها ایرانی، ولی ماجرای بیشک دنباله دار و پرهاشیه. ایران میگوید اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود اوایل تابستان سال آینده هم از خارج واکسن وارد میکند هم خودش تولید داخلی را به بهره برداری میرساند. واکسنی که مقام‌های ایران گفتند خود تولید می‌کنند محصول تشکیلات ستاد اجرایی فرمان امام است و قرار است به زودی وارد فاز آزمایش‌های بالینی و انسانی شود. ما خبر خوش ساخت واکسن رو که به WHO اعلام کردیم، مراحل ثبت اونجا هم کارهایی که کردیم داره طی می‌کنه، می‌تونیم ان شاءالله به عنوان یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم کشورمون بدیم. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده و ما امیدواریم که انشالله تا اوائل سایر آینده و اگر انشالله همکاران ما به جنبن و یه کارهایی رو ما میان بر بریم شاید هم زودتر. اما بعضی از کارشناسان داخل ایران از جمله مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی
گفته است که مسئولان در بحث ساخت واکسن شعرگویی نکنند. اما مقامات ایران امیدوارند که با تولید این واکسن به عنوان یکی از بازیگران مطرح در جهان ظاهر شود. به غیر از حرف و حدیث های واکسن ساخت داخل، ایران به شرکت های نزدیک به سازمان بهداشت جهانی هم واکسن سفارش داده. 18 شرکت معتبری که واکسناشون مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته مقرر شده که برای کشورهایی که عضو این کنسرسیوم شدن تأمین بشه. ما جزو این کنسرسیوم هستیم. برنامه کشورهای مختلف اینه که در یک سال آینده برای 20% مردمشون واکسن رو تأمین میکنن. اکثر کشورها در 6 ماه آینده و 1 سال آینده هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون افراد جوان زیر 50 سال ندارند. یعنی اینکه فعلا افراد سالم و زیر 50 سال واکسنی دریافت نمی‌کنند تا دولت‌ها بتوانند اول از شهروندان آسیب‌پذیر خود حمایت کنند. اما همان واکسن‌هایی هم که از خارج خریداری می‌شوند باید چند ملاک داشته باشند تا در ایران هم به تایید برسند. ما هم هیچ مخالفتی نداریم برای وارد شدن، ولی چند تا خصوصیت باید داشته باشه. یک، بتونه از ابتلای افراد به بیماری جلوگیری بکنه، ایجاد پاتن یا محافظت در مقابل ابتلای بیماری بکنه بالای مثلا 80-90%، در دسترس باشه، قیمت مناسب داشته باشه، عارضه جانبی زیادی نداشته باشه. باید دید آیا واکسن هایی که ایران گفته در مقیاس چند میلیونی مثلا از هند وارد خواهد کرد و روی آن حساب کرده مورد تایید قرار می گیرند یا نه، و آیا قادر خواهد بود به رغم تحریم های آمریکا این تحریم ها را برای خرید واکسن دور بزند، یا اینکه اصلا دولت بعدی آمریکا با لغو تحریم ها کار را برای رساندن واکسن به ایران آسان می کند. در ایران هنوز نظرسنجی نشده که چند درصد افراد مخالف واکسن زدن هستند یا نسبت به صحت آن اطمینان ندارند. در فرانسه و آمریکا آمار آنهایی که بدبینند و نمیخواهند واکسن بزنند بالاست. اگر ایران یا هر کشور دیگری بخواهد زنجیره انتقال ویروس کرونا را بشکند، باید بتواند تا 70% جمعیت را واکسینه کند. سیاوش اردلان، BBC. ممنونم از این که با برنامه 60 دقیقه همراه بودید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت BBC فارسی قابل دیدن و شنیدنه، و البته میتونید به کانال ما در یوتیوب هم مراجعه بکنید. باید اضافه بکنم که میتونید بخشای از این برنامه رو بر روی شبکه اجتماعی توییتر و یا بر روی اینستاگرام و همینطور تلگرام ما ببینید. ممنونم از این که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.